در 26مین سالگرد شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری در بامیان، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفت که ما مردم مناطق مرکزی از یک صلح پایدار حمایت میکنیم. آقای خلیلی در این همایش گفت که یک فرصت خوب و مناسب در مورد صلح پیش آمده است و باید در اجلاس ترکیه و در گفتگوهای صلح از این فرصت استفاده درست شود و حکومت و احزاب‌های سیاسی نباید مانع این فرصت شوند. دنیا هم به می است که باید از طریق صلح مشکل افغانستان حل شود و همه تلاش دارند. امروز وفاق منطقوی هست، وفاق جهانی هست، وفاق ملی هم هست. به اصطلاح دیگر اجماع جهانی، اجماع منطقوی و اجماع ملی وجود دارد در رابطه با صلح. همه آرزو دارند که از طریق سال مشکلات وطن حل شد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در این همایش میگوید که ما صلح میخواهیم که همه اقوام افغانستان در آن دخیل باشد و صلح عدالت محور و با عزت باشند. آقای خلیلی میگوید که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی امارت اسلامی را قبول دارد و گروه طالبان نیز دولت افغانستان را نمیپذیرد. پس باید بر سر یک حکومت موقت توافق صورت بگیرند. آمریکا، روسیه، چین، پاکستان به نام تروریکا یک اعلامی را آوردن سر میز همه ما در اون جلسه رسمی گذاشت که با صراحت جنگ را نفی کرده و راه حل را صلح و مذاکره درست و بسیار با صراحت بایی که طالبا یک تحمی ملا برادر اینا همه بودن در پیش روش نوشته گذاشته اعلامیه را که امارت طالبانی به هیچ وجه قابل قبول برای منطقه و جهان و افغانستان نیست. در همین حال شماری از نماینده های مردم از ولایت های دیگر در این همایش میگویند که حزب وحدت اسلامی افغانستان یکی از احزاب پرقدرت سیاسی در افغانستان است و این حزب همه شمولند و اقوام مختلف افغانستان عضویت این حزب را دارد. امروز جوان از فکتیکا آمده، در فکتیکا حزب وحدت دفتر دارد، در قندهار. این کار کار آسانی نبوده. یک تعداد دوستا در 40 سال اخیر بالای استاد خلیلی و حزب وحدت نقد داشتن که استاد خلیلی گویا محافظه‌کار است، سیاست مدار محافظه‌کار بوده، در هر مسئله تج نمی کرد و چیغ نمی زد. این همی سیاست استاد خلیلی بوده که ما وکیل غزنی با دو بار آوردن 20,000 رای وحدتی شدیم، امروز اینجا گپ می زد. در همین حال آقای خلیلی هشدار می‌دهد و می‌گوید در مقابل بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه می‌نماییم و به هیچ گروه و روند اجازه نمی‌دهیم که با سرنوشت مردم ما بازی نمایند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از بی‌عدالتی و تبعیض حکومت علیه مردم مناطق مرکزی افغانستان شکایت نموده و می‌گوید که باشنده‌های مناطق مرکزی همواره از حکومت حمایت نمودند، اما حکومت علیه این مردم در بهسود لشکرکشی می‌نمایند که قابل قبول نیست. چرا آمدن منطقه را جنگی کردن؟ یک حرکت بسیار مدنی بدون سلام، بدون خشونت رام اندازن بر اکبار بسته میشه. 11 نفر به خاک خون مظلومانه میافته، یک صدایی نیست که به فریاد از اینا برسته خود ملامت کنه. تکبیر در دنیای امروز که یک پشک و یک گربه و یک سگ اگر تا به ناحق کشته شود دنیا را سر صدایش میگیره، اما در بهسود 11 نفر کشته میشه، 31 نفر مظلومانه به خاک و خون میافته، باز هم ملامت همین مردم. عجب قضاوتی است، عجب انصافی است. این در حالی است که این همایش بزرگ به خاطر بزرگداشت از 26مین سالگرد شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری در بامیان با حضور بیش از 10,000 نفر از 27 ولایت افغانستان برگزار گردید. علی سامی، تلویزیون.